پیش اما یحیای نازنین هستین. اما یحیا خیلی مخلص. سلام علیکم، خسته نباشین. بهتون میگم روزتون بخیر. قربون شما برم. چند ساله که شما اینجا رو دارین؟ ما اینجا تقریبا از سال 60 برج 4 اومدم. مشتریامو خیلی دوست دارم. مشتریا منو دوست دارن. غذای خوب بهشون میدم. به دستشون میدم. همینجا هم ویگو بخند میکنی با مشتری ها. بیشتر مشتری ها من یا دانشجویان یا دکتره، همه رقم هستن. حسن این قهوه خانه و رستوران سنتی عمو یحیی اینه که توش دود و قلیون و این چیزا نیست. همه جای تهران منو بپرسن همه میشناسن. تا بگه عمو یحیی همه میگن بله ما اونجا رفتیم. این که میگن املت عمو یحیی تو تهران حرف نداره و بی‌نظیره واقعیت داره. واقعیت داره، طعمش بی‌نظیره. دست انسان خوشمزه باشه خیلی خوبه. من هر جا میرم ترشی میگم برامون درست کنه. آدم معروفی بوده که مثلا بیاد اینجا؟ خیلی. با دیگه فتح علی اویسی را بگم از قدیمی ها، من بدر کشاورز بگم، حامد بهداد، رضا گلزار، اینا جدیدا میان. خونه آشپزی میکنین؟ املت درست میکنه واسه اهالی خانواده؟ خانم هم زحمت میکشم، جونو برای خانم هم فدا میکنم. خیلی. تو خونه ایشون آشپزی میکنین یا شما؟ من اگه خونه باشم من بیشتر، اگه مهمون داشته باشم آشپز منم، ولی خوده باشه خانمم آشپزی میکنه. دستپخت کدومتون بهتره؟ اینجوری که گفتین یعنی دستپخت شما بهتره. نه دستپخت خانمم بد نیست خدایی، دستپخت من که خیلی عالیه، ولی دستپخت خانمم بد نیست. کاملا معلومه دستشون تعریف کردین دیگه. مثلا مارمزونا مثلا افطاری میدیم غذا من درست میکنم، 28 سفر احسان میدیم غذا من درست میکنم، غذاهای زیاد من درست میکنم. خوش بال خانومتون دیگه. دیگه خانمم واقعا همینه میگه. میگن جمعهش از همه شلوغ تره درسته؟ جمعه که اصلا نباید صف وایسی، وایسی از طرف نونوایی هم بیشتره.